بانام اون سلام هست کردم ارز کنم زودتون که دلیلی که میدین این کلا رو گذاشتم اینجا این یکی از رفقای من ایشون کارگردان فیلم های سینمایی در آمریکا هستش سایروس یبنه که این کلا رو به من آورد داد و به من گفتش که الان که داره بیرون بارو میاد این رو شما سر بذار و برو اونجا من خواستم ازشون تشکر کنم این کلا مال کسایی هستش که تو استودیو کار میکنن و کارشون این است که استانمن هستن یعنی وقتی که یه نفر میخواد یه کاری بکنه اینو کار رو براش انجام میده این آقای سیروزی امنا خیلی از مشکل ایشون فارسی بلد نیست انگلیسی صحبت میکنه یه مریض من از ایران که مریض منه و خیلی خوب سرطان پروستاد داشت ایشون اومد اینجا و من این پروستادش خوب کردم این انگشتر رو برای من فرستاده و من خواستم از ایشون خیلی تشکر کنم خود اون آقا رو من متاسفانه نمیتونم اسمشو بگم ولی ایشون میدونه که من همیشه برای خاطر این انگشتری که برای من فرستاده خیلی ممنونم خیلی متشکرم و امیدوارم که ایشون دیگه مریض نشه ولی اگرم مریض شد بدون من اینجا هستم در خدمتش ارز کنم که هفته پیش از اون موقعی که من با شما صحبت کردم اتفاقا خیلی جالبی افتاد یکی از اون اتفاقات این بود که یه خانمی به من تلفن زد گفت آقا شما این لغت رو اشتباه گفتید <applause> من به این خانم گفتم یه خانم جو شما درست میگی شما راست میگی من این لغت رو اشتباه گفتم برای خاطری که من داتی من زبان فارسی زیاد خوب نیست اینجا تو آمریکا بیشتر عمرم اینجا بودم بزرگ شدم و بنابراین ببخشید ولی این خانم بله کرد هی می گفت نه اینو اشتباه کردی اونو اشتباه کردی این خیلی ساده صحبت کردی اینا <تصفح> <تصفح> گفتم که شما درست بگی ولی برعکس این یه خانم دیگه به من تلفن کرد و این خانم گفتش که شما ارز کنم بزرگت که چون مردم شما رو خیلی نگاه میکنن به خاطر اینکه شما خیلی ساده صحبت میکنی و صحبتاتم هم خیلی خیابونیه گفتم بازم از شما ممنونم خیلی متشکرم و خواستم این دوتا رو به شما عرض کنم یه چند تا اتفاق جالب افتاده بود خواستم به شما بگم یک خانومی از کانادا به من تلفن زد و این خانم گفت ایشون سرطان داره که من بهشون گفتم چیکار بکن امیدوارم که به حرف من گوش بده و ایشون البته به دکترای دیگه هم تلفن زده بود که دکترها گفته بودن که این حرفی که آقای دکتر بقا گفته این حرف رو شما گوش بدید چون این حرف یه حرف خیلی درستیه و امیدوارم که ایشون سعی نکنن وایسن و گوش به حرف کسا دیگه بدن که ایشون رو در آینده اذیت بشه <applause> اما راجب یه خانمی به من ساعت نمیدونم دوازده یک یازده اینا که من خواب هستم به من تلفن زده بود و من روز بعدش تلفنش مسیجاش رو گرفتم که نوشته بود که آقای دکتر من اومدم اینجا در انگلستان و شوهر من سکته مغزی کرده و تو کما هست و ایشون گفتن که ایشون یکی دو ساعت دیگه میمیره شما خواهش میکنم به ما کمک کنید عیز من مسئله کما یه مسئله خیلی جالبیه مسئله کما این مسئله زایدن خانوم که دکتر باید یا ماما باید این بچه رو از شکم مادر بیاره بیرون این کما دکتر باید بلد باشه چیکار میکنه و باید با مریض باشه و مریض رو سعی کنه که از کما بیارتش بیرون و از کنم بزرگت که این اه اه کاری که ایشون میخواست من بکنم من باید میرفتم به انگلستان و اگر که من مثلا فرض بفرمایید ایشون به من ساعت دوازده شب یا یک شب یا یازده شب یا ده شب که من خواب هستم به من تلفن بکنه من بخوام مثلا بلند شم برم انگلستان این در 10 ده ساعت طول میکشه و این ده ساعت این شوهره این که ایشون گفتن فوت میکنه پس برای این من نمیتونم بهشون کمک کنم اینا باید این حرفایی که من به شما میزنم این حرفا رو گوش بدن و اینا بدونن که این حرفا به خاطر این است که اینا کما نگیرن نرن تو کما و اینا مریض نشن سکته نکنن خیلی ساده این مسئله خیلی ساده هست ببین عزیز من یه مسئله امروز به شما میگم در سراسر دنیا ایرونیا که این مسئله رو شاید 99 درصد دکترا 99 درصد مردمی که اینا با من موافق نباشند یا نیستن اینا اینو قبول نکنن ولی من اینو به شما بگم از اول تبابت که ما تاریخ شما داریم ما ایرونی ها داریم به این پرژی دارن توجه میکنی اون به این صورته که موقعی که اون حکیمای ما مثل حکیم ابوالسینا که یکیش که خیلی معروفه در دنیا و داستان ایشون رو سالهای سال در دانشگاه های مختلف فرانسه و امروز همین الان در هندوستان دارن درس درسایشونو ایشون رو میدن ایشون گفته بود که شما باید چکا کنی؟ شما باید بدن رو تمیز نگه دارید تمام اینها راجع به تمام این مسائل صحبت کردن این طب قدیم بود که البته من افتخار این داشتم که درس رو بخونم و طب جدید که اون هم من دوباره درس رو خوندم و دکترش هستم هر جفتش اینو میخوام به شما بگم که در آمریکا یا فرانسه یا جاهای دیگه این طب جدید اینا وقتی که 100 سال پیش یا صد و ده 20 سال پیش این رو آوردن و معرفی کردن و این داروهای دارو ها و این حرفا رو معرفی کردن اینا راجع همه چیز صحبت کردن غیر خون و اینها به خاطر مسائل پولی که اینها میسازن مثلا 800 بیلیون دلار درآمد کمپانی های داروسازی برای سرطان و چیز کارها و برنامه ها داروهایی که برای این همینجوری جلو میره و پولی که اینا میسازن 800 بیلیون دلار این کار انجام میشه براشون حالا ممکنه بعضیها بگن 500 میلیون بعضیها بگن 200 میلیون بعضیها بگن 600 میلیون ولی من تا اونجا که میدونم 800 بیلیون دلار اینا پرافیتشونه و این عرض کنم بزرگتون که کاری است که انجام میدن و راجع به خون اینا صحبت نمیکنن اگه خاطرتون باشه از روزی که من اومدم رو این تلویزیون من راجع به دو مسئله صحبت کردم یکی بود راجع به ورزش راجع به غذا و راجع به دوا که این دوتا خیلی خیلی راجبش همینطوری صحبت کردم هر دفعه اومدم اینجا. و به خون به شما عرض کردم که تمام مریضی ها از خون میاد یعنی خون باعث میشه و بایدتون هم گفتم اگه یادتون باشه یه مریضی, مریضی هست به اسم لوک دیزیز دزیز مریضی که مایچه ها میره میره و لوگرک یک بیسبال پلی ورزشکاری بود مال نیویورک که ایشون این مریضی رو گرفت و خیلی سالم بود من گفت من این مریضی رو دارم میگیرم و من به زودی عبین میرم و همین اتفاقم افتاد و این مریضی رو به اسم این گذاشتن اینا همه از چیه؟ از خون کثیفه بیشتر دکترا وقتی با آشون صحبت میکنی میگی این حرفا چی آقا تو میزنی؟ این حرفا چیه؟ دکتر جون خون یعنی چی؟ یعنی چی خون؟ خون تمیز کردن یعنی چی؟ اینا نمیخوان قبول کنن برای خاطری ای که اینا طبق اون برنامه کمپانی های داروسازی دارن جلو میرن ولی شما کسایی که تا الان این قرص هایی که من درست کردم و برایشون فرستادم در سراسر دنیا و متاسفانه من نمیتونم از اینا نه فیلم برداری کنم نه بهشون بگم تو تلویزیون صحبت کنید نه بهشون تلفن بزنم چون اینا غیرقانونیه شما نمیتونید اسم مریض رو در تلویزیون یا جایی بگی یا به کسی بگید اصلا نمیشه به خصوص در آمریکا اینجا که من هستم و به خاطر این میخوام به شما بگم که تمام اینا احساسات خیلی خوب میکنن هر روزی نیست که این مریضی هایی که قرص های منو خوردن تلفن نکردن گفتن آقا من اصلا گرسنم دیگه نمیشه من دارم وز کم میکنم حالم خیلی بهتره شما میدونید و به شما تمام دکترا بیشتر دکترا کسایی که من خودم به بعضیشون گوش کردم دیدم اینا بهتون میگن که باید بدنتون رو قوی نگه دارید چاق نباشید شکم گنده نداشته باشید عرض کنم بزرگتون یه باستنتون گنده نباشه این بغلاتون گنده نباشه یعنی چی که اینجا شما اینجایی اینا همه رو برای شما چکا کردن برای شما همه رو گفتن و تمامش هم درست بوده ببینید از من یه خانم من از تگزاس تلفن زد گفت آقا شما برنامه اصلی ورزش گفتم نه عزیز من ورزش یک جزء چیزهایی که من به شما میگم شما باید حواس جمع باشه اینی که شما میشینید یه به قول خودشون میگه یه بادیه اینقدر برنج و خورشت و کباب و این و اون و اون و اون رو میخورید باید حواسی به هم باید ورزش کنید که نه بین بره شما میدونید که وقتی گوشت میخورید گوشت در حدود بین هفت تا یازده روز طول میکشه که این شکم شما حل بشه توجه میکنید این اینجا میمونه پس بنابراین اگر شما بدنتون رو تمیز نکنید خونتون رو به خصوص اول تمیز نکنید این مریضی هایی که میبینید میاد از اینا میادش و اینا خیلی مسائل مهمیه یه مقدار زیادی هستن از ایران و کانادا و خود همین آمریکا و اروپا اینا به من تلفن میکنن اینا هم مرد هستن هم زن هر جفتشون به من تلفن میکنن و من با اینها پشت تلفن کار میکنم من با اینها صحبت میکنم و میینه یاد میدم که چیکار کنه سالم بمونن و چیکار کن که شما قوی باشی در زندگی هم از نظر مغزی هم از نظر بدنی و هم از نظر همه چی توجه میکنی و فکر میکنم تا اونجایی که من از ازشون پرسیدم و همه راضی هستن همه از این برنامه خیلی لذت میبرن و منم ازشون متشکرم به خاطر کمک هایی که به این بچه هایی که در بیمارستان های مختلف دنیا خوابیدن و این خانم ها و آقایون به اینا همه کمک کردن Heal the children with cancer worldwide یعنی تو این بچه هایی که سرطان دارن و در دنیا هستن و این بچه ها در بیمارستان های مختلف هستن شما کمکشون میکنید من شخصا از جانب تمام مردم و تمام این بچه ها فامیلاشون خانوادهشون همه از شما خیلی متشکرم و بارها من راجع به مسئله صحبت کردم چند تا دیگه هم از این کمپانی ها هست در آمریکا و یک دونه فکر میکنم تا آنجا که شنیدم کمپانی ایرانی هست که اینها همین کار رو میکنن چند تا خانوم هستن که جمع شدن و این کار رو میکنن و من از اونا خیلی متشکرم خیلی ممنونم که اونها هم دارن این برنامه رو انجام میدن و مردم کمک میکنن حالا هر چقدر تونستن و اینها رو این بچه ها رو بدون گرسنه نمیذارن بدون جا نمیذارن در آفریقا بیشتر مردم کمک به جا دارن به دکتر دارن با اینکه این کمپانی های اسلامی مسیحی کلیمیا و کسای دیگه اینا میرن تو این جاهای مختلف آفریقا و مجانی اینا کار میکنن و سعی میکنن که این بچه ها رو همه رو تا که میتونی کمک کنن و اینا رو معالجه کنن عشق کنم بزرگتون که مسئله خیلی جالبی که اتفاق افتاده و من دفعه پیش بهتون گفتم و الانم میگم معمولا وقتی این دوتا استخون بزرگ پایین پای ما این منسکسش پاره میشه اینو عمل جراحی میکنن ولی من تونستم یکی از بزرگترین ورزشکارای دنیا که هفته پیش فیلمش نشون دادم اینجا به شما آقای ماریو دا سیلوا ایشون در ارگوه به دنیا آمدن در آمریکا قهرمان دنیا شدن و ایشون متاسفانه یه مقدار ورزش اشتباه کرد این پاش منسکسش پاره شد و ایشون چون دوست و رفیق من هست به من تلفن زد و به من گفتش که من میخوام بیام پیش تو و ایشون اومد و در عرض هفت روز من ایشون رو پاش خوب کردم امروز اتفاقا یک خانم ایرونی که از ایران به من تلفن زد و ایشون سعی کرد به وسیله وایبر دستگاه وایبر به من تلفن کنه و من نتونستم با ایشون صحبت کنم ایشون از طرف رو من تلفن زد و من تونستم که با ایشون صحبت کنم و ایشون رو خواستم بذارم با این آقای ماریو صحبت کنه ولی متاسفانه این خانم انگلیسی بلد نبود این ماریو هم که جز اسپانیش و انگلیسی چیزی زبون دیگه بلد نیست و من گفتم اگه میخوای من میذارم باهاش صحبت کنی ولی خب اینا نستن صحبت کنن با هم با اینکه عجبشون دوستشون با هم صحبت کنن در ولی خب من ترنسلیت کردم برای ماریو که این خانم خیلی از اینکه شما پاتخو شده خوشحاله و ایشون هم به من گفت که بهش بگم که خیلی ممنون در صورت ببین عزیز من این مسئله خون خیلی مسئله مهمیه من میدونم که این جمعه آینده که میاد و مردم به این برنامه گوش میدن من میدونم از سراسر سر دنیا به من تلفن میکنن و میگن خون اینه خون اون اونجوریه اونجوریه, اونجوریه اونجوریه و منم وقت صرف میکنم و همشون تلفن میکنم تمام مردمی که من بهشون تلفن میکنم وقتی که من تلفن میکنم مسج میذارن اینا خیلی تعجب میکنن میگن میگن ما باور نمیکردیم تو با تلفن بزنی گفتم چرا چرا دارم نزنم من کارم این عیز من گفت شما خیلی خوبی و خیلی ساده هستی و خیلی نایسی و این حرفا در سر گفتم ببین عیز من این کار منه کار من این است که من برنامه تلویزیونی رو هم دفت کردم من خودم پولش نمیدم یک خانم خیلی جالبی هست که ایشون رو من سرطانش رو خوب کردم و ایشون گفته که برو این برنامه رو انجام بده و ایشون رو این برنامه تلویزیونی رو ایشون پولشو میده و انشالله از سال آینده من خودم تلویزیون و رادیو خودم خواهم داشت ولی اون به صورت اینترنتیه و فکر میکنم که ما بتونیم بیشتر به مردم برسیم و جواب و کمک بیشتر بکنیم به مردم ولی خب این برنامه هم خواهیم داشت اینجا خواهیم اومد به مردم صحبت خواهیم کرد این طوری که من دیدم و صحبت کردم با خیلی از مردم مردم خیلی ها عرض کنم بزرگتون به من میگن که ما برنامه میبینیم در صورت کسایی که برنامه من میبینن من خیلی ازشون ممنونم کسایی که من تلفن میکنن چقدر؟ ده دقیقه خیلی آقایی که محصول این کاره میاد به من میگه دو دقیقه است پنج دقیقه است ده دقیقه است <applause> من تا صحبت بکنم ایشون میگه کار تموم شد بلنش برو چش ما هر شما بگیم میگیم چش در صورت امروز یک مریضی اومده بود توی دفتر من کلینیک بهش میگیم ما اینجا کلینیک من که ایشون کلیاش میخواستن عوض کنن ولی عوض نکردن بخاطری که ما بهش گفتیم چیکارایی بکن و تونستیم که ایشون رو با همون کلیه خودش ایشون رو نگه داریم یه آقایی به من تلفن زدن از ایران که آقای دکتر میخوان کلیه های ما رو عوض کنن من بهشون گفتم سه شنبه یعنی سه چهار روز بعدش به من تلفن کن که من راجب به مطالعه کنم بهت بگم ولی متاسفانه ایشون تلفن نزدن اگر این آقا دارن گوش میدن آقای عزیز دوست عزیز رفیق عزیز برادر من منتظر تلفن شما بودم ولی شما متاسفانه تلفن نزدید پس بنابراین من نمیتونم شما کمک کنم این از شما و اما اون خانم خیلی جالبی که از تگزاس من تلفن زد و یا خانم دیگه تلفن زد از اه... کانادا البته خیلی ها اینا تلفن زدن خیلی زیاد اه... خواستم بهتون ارز کنم که اون خانمی که تلفن زد از کانادا راجع به مریضی پسرش یا اون آقا یا کسی که ایشون میشناخت خواستم بهشون بگم که شما دوباره به من تلفن بزنید من راجب به برنامه پسر شما هم قرصش رو پیدا کردم اختراع کردم همین که میدونم که چطور ایشون میتونه شکمش و رودش اینا همه رو سالم بکنه اگر وقت کردید دوست داشتید دلتون خواست به من تلفن بکنید من در خدمتتون هستم اما راجع به اون خانمی که در تگزاس بودن تلفن زدن امیدوارم که تا حالا من تونسته باشم به شما کمک کنم و عرض کنم که خانم عزیز ازت خواهش میکنم به جایی که ناراحت بشی به جایی که خودت خودتو بکشی سعی کن قبول کنی این مریضی رو شما دارید این مریضی رو شما گرفتید شما این مریضی رو میتونید با مغز خوب با خنده با ورزش با غذایی که من بهتون دادم این غذا رو شما بخورید و با داروهایی که اگر دوست داشتید اگر دلتون خواست میتونید تلفن کنید و این داروها رو بخرید اینا خرید و این دارو رو بخورید و اگر کارهای دیگه هم دوست دارید انجام بدید تلفن بزنید و ما در خدمتتون هستیم و اگر شما جای دیگه رفتید یا کسی که تونست شما رو کمک بهتون بکنه من از شما خواهش میکنم که این کار رو شما بکنید و بذارید هر کسی میتونه به شما کمک بکنه در من خیلی 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 زیاد از شما تشکر میکنم خوشحالم و امیدوارم که من تونسته باشم به شما کمک کنم اما راجب به یوتیوب و این برنامه های تلویزیونی که بنده داشتم تا الان و الان به بعد تمام اینا در تلویزیونه خواهش میکنم شما اسم منو بذارید توی یوتیوب به اسم دکتر ویکتور بقا و این فیلم های من همه میاد و شما اگه خواستید برنامه های قبلی منو از اول تا همه الان ببینید هر هفته دو تای سابقش روی برنامه میره شما خواهش میکنم که اینا رو تماشا کنید و اگر خواستید با من صحبت کنید تلفن بزنید یا خانم خیلی به من ایمیل میزنن و من بهشون میگم که چون شما انگلیسی زیاد بلد نیستید یا نمیدونید یا وارد نیستید شما لط کنید به من تلفن بزنید و با با هم صحبت کنید تلفنی که اگر من جای شما بودم خواستم با من صحبت بکنم ساعت هشت صبح آمریکا تا ساعت چار پنج بعد از ظهر آمریکا شما تلفن نزنید تلفنتون رو بذارید که من بهتون تلفن بزنم شما جواب تلفن ندید من یه دفعه بیشتر تلفن نمیزنم و اگه تلفن جواب ندید دیگه بهتون تلفن نمیزنم. ولی شما اگه با من کار داشتید به من اینطور موقع تلفن بزنید ارز کنم به که من یه مدار محصلهایی دارم در ایران و آمریکا و در ارز کنم کانادا و اروپا که این محصلا کسایی هستن که اینا میخوان چطوری سالم بمونن مریض نشن و چیکار بکنن و هیکل و بدن خیلی خوبی داشته باشن همونطور که شما میدونید من از روزی که اومدم اینجا هم عکس های خودم رو نشونتون دادم هم راجبی صحبت کردم هم راجب خودم خانوادم رفقام دوستا همه راجب همه صحبت کردم با شما همه چی گفتم بهتون و از نو خواهش کردم که شما سعی کنید تا میتونید خودتون رو سالم نگه دارید اگر شما میخوابید ساعت دوازده زور بیدار میشید و تا ساعت چهار و پنج صبح شما بیدار هستید و ساعت مثلا چهار صبح میرید تو رختخواب خواب و ساعت دوازده زور بیدار میشید این بالاخره شما به شما لطمه میزنه شما سعی کنید صبح سهر بیدار شید من تمام عمرم ساعت دو تا سه بیدار شدم دو تا دو نیم بیدار شدم و صبح کل سهر من همیشه لبه آب بودم ورزش کردم یا اون موقع که آب پیدا نمیکنم میرم بیرون ورزش میکنم کوی این اونوری چای جایی و عرض کنم بزرگتون که بعد از اون سعی میکنم روز خودم رو با ورزش و غذا و خنده و رفاقت و دوستی و صحبت کردن و این چیزا شروع بکنم و یادتون نره خدای امید تو هیچ وقت یادتون نره این مسئله این خیلی مسئله مهمیه شما اینا رو سعی کنید ببینید من چی بهتون میگم میبینید چقدر عالیه من به تمام مؤسسلام و به تمام کسایی که اینا خودشون مریضای منه میدونن من عرض کنم به گفتم و میگم شما سعی کنید در روز ورزش کنید به هنامین مختلف راه برید هرچی از دستون میاد موسیقی گوش بدید هر نوعی حتما دعا بخونید از خدا تشکر کنید خیلی مهمه این یوگا اصلا بیسش روی تشکر از خداست مدیتیشن وقتی میگن ما مدیتیت میکنیم یعنی میخوابیم و دیدید دیگه این کار رو میکنن و چشون میبندن و میرن تو مدیتیشن اینا به من گفتن دو دقیقه وقت نداریم درس آقا سه دقیقه باشه اوکی آره میگن اوکی سه دقیقه کنم بزرگتون که من الان دارم ساعت اینجا نگاه میکنم و این سه دقیقه اینا خیلی مهمه عیز من اینا خیلی خوبه کسایی که میخوان به من تلفن کنن حتما بکنن من باشون صحبت میکنم کسایی که میخوان به Heal the Children with Cancer Worldwide کمک کنن حتما بکنن این یادتون باشه شما هر چیزی رو به اسم و به خاطر کمک به خدا انجام بدید تمام اینا به شما برمیگرده تمام هیچ چیزی شما به اسم خدا انجام نمیدید که این برای شما بر نگرده دوست عزیز رفیق من این یادتون باشه اونایی هم که خدا را قبول ندارن اونایی هم که از خدا بدی میگن البته جلو من که نمیتونم بگم ولی اگه اونایی که میخوان بدی بگن راجع خودتون صحبت کنید به خودتون قبول داشته باشی خودتون که به قبول داشته بشتی. من اینکه خودم قبول نداشته باشی دست دوستان عزیز روز خیلی عالی داشتم با شما الان من میدونم که چه به من تلفن کردن من میدونم که این خانم های خیلی گل خیلی عالی خیلی با معرفت خیلی انسان از ساعت صبح که من به کلینیک میرم با من صحبت میکنن تشکر میکنم از دوستان عزیز و خوب در سان فرانسیسکو در نیوجرسی اینا همه مثل خواهر من شدن الان و خیلی ازشون ممنونم متشکرم از معرفتشون انسانیتشون و صحبت کردن راجع به من در سراسر دنیا تشکر میکنم ممنونم قربان شما خداحافظ